توی این قسمت می‌خوایم نوع داده بولین رو در جاوا اسکریپت بررسی کنیم. مهرانم از کانال یوتیوب سیلیسیوم، ویدیو رو حتما لایک بکنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، برای زنگوله هم بزنید که وقتی ویدیو جدید قرار دادم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. خب این جلسه نمی‌خوام فایل رو تشکیل بدم، همینجا همین کنسول رو باز می‌کنیم، مطالب رو اینجا بهتون توضیح میدم. نوع داده بولین نوعی هست که رشته نیست و فقط دو تا مقدار داره، مقدارهای ترو و فالس. یعنی من اگه اینجا بگم ترو بهم میگه ترو، من کوتها رو بزرگتر کنم، و اگه بگم فالس بهم برمیگردونه فالس. این مقدار دقت کنید که داخل دابل کوت یا سینگل کوت نیست، یعنی این ترو یه رشته است، میبینید که به این صورت قرار داده. اما این ترو که حالا به رنگ حالا قرمز و سبز با رنگ متفاوت تر نمایش میده، نوعی از داده بولین هست. برای اینکه بتونید این فرق رو متوجه بشید، ما یک کلمه ای داریم تحت عنوان تایپ آف، و بعد از اینکه تایپ آف رو نوشتیم میتونیم اون مقدار رو قرار بدیم. مثلا وقتی من مینویسم تایپ آف ترو به هم میگه که بولین هست. وقتی میگم تایپ آف همین مقدار ترو که میدونم این مقدار یک رشته است، برام مقدار استرینگ رو برمیگردون. حالا من دستم اشتباه خورد، اینجا به این صورت تایپ آف رو بنویسیم و میگه که این نو ترو استرینگ هست. اگه بنویسم تایپ آف مثلا صفر به این میگه نامبر هست. خب این نوع داده ترو یا فالس کجا به درد میخوره؟ اونجاهایی که قرار یک کار منطقی انجام بشه، بگیم اگر فلان چیز درست بود بیا یک کاری رو انجام بده. یعنی انگار یک شرطی رو گذاشتیم و تا زمانی که اون شرط برقرار باشه اون کار انجام میشه یا انجام نمیشه. تو ویدیوهای بعد این موضوع رو بیشتر با هم بررسی میکنیم.